در بعد از فعالان حقوق بشر در ایران از تخریب 50 خانه سکنی بهایی روستای ایول در مازندران توسط اهالی این روستا با همکاری مقامات محلی خبر دادند. جزئیات بیشتر در گفتگوی کیانوش سنجری با یکی از ساکنان بهایی شهر ساری با هم می‌بینیم. آقای درخشان بفرمایید که خبر تخریب مناظر بهاییان در یکی از روستاهای مازندران رو شما تایید می‌کنید؟ بله قربان، متاسفانه در 2/4/89 این مطلب به وقوع پیوست. چه تعداد خونه خراب شد؟ توسط چه کسانی؟ حدود 50 خونه با بردزل و کمک محلی اونجا با خاک یکسان شد و تو آتیش سوخت. یه میدونید چه کسانی مسئولیت این تخریب رو بر عهده گرفتن؟ جناب ببینید، ما قبل از اینکه این واقعه رخ بده، چون چند روز قبلش زمزمه تخریب بود، ما رفتیم فرمانداری، استانداری، بخشداری، حتی به پاسگاه انتظامی تلمادره، به دادگستری اطلاع دادیم که یه همچین برنامه هست، آیا ممکن هستش که اینها تخریبی صورت بدن؟ اونها گفتن نه، هیچ نگران نباشید، ما در هیچ کجا نداریم که یه همچین واقعه اتفاق بیفته. ما دلمون قرص شد، محکم شد، اومدیم. ولی به صورت اتفاقی یکی از دوستانمون جناب محمود پیری میره توی محل، چون زمان داشت گندم و جو هست، ایشون به صورت اتفاقی میره اونجا و میبینه که بله دارن خونه ها رو خراب میکنن. تا ایشون رو هم میبینن مورد ضرب و شتم شدید قرار میدن و ایشون رو در واقع هدایت میکنن که شما برو، 48 سال اصلا این طرف ها آفتابی نشو. آقای درخشان، آیا به این افراد گفتن که چرا منظرشون رو تخریب میکنن؟ نه اصلا چیزی نگفتن. آیا این ارتباط داره فقط با دیانت این افراد که بهایی هستن، به همین خاطر منظرشون تخریب شده؟ ببینید، سال 62، 7 تیر 62، این دوستان رو از اونجا بیرون کردن با بیل و کلنگ و در واقع اینها رو هی زدند، اینها رو تو مسجد حبس کردن، گفتن که شما باید حتما بیاید مسلمون بشید، اگر مسلمون نشید ما شما رو از اینجا بیرون میکنیم. اون بنده خداها هم فشارهای شدید رو که دیدن از اونجا اومدن. یعنی اونجا در دین تخریب سکنه بهایی نداشت، ولی ما هر ساله از دادگاه نامه میگرفتیم برای اینکه بریم کاشت و داشت و برداشت محصولاتمون رو داشته باشیم. یه 3-4 روزی رو میرفتیم تو خونه هامون بودیم، اون هم با نامه ای که از دادگاه میگرفتیم. ولی این دفعه متاسفانه با یه همچین واقعی مواجه شدیم که هممون دهت زده شدیم، هممون شگفت زده شدیم که یه همچین چیزی در هیچ کجای دنیا امکان پذیر نیست. معاون استاندار فرمودن که استاندار حکم پزشک یک جامعه رو داره، پزشک اگه ببینه در بدنه جامعه یه قده مضری هست اون رو بر میداره. من میخوام این سوال از شما بکنم، آیا اون روستایی های بیگناه، اون کشاورزانی که واقعا هیچ کسی ندارن، اونا قده مضره هستن؟ ما هم وطنان شما هستیم، ما نه اسرائیلی هستیم، نه آمریکایی هستیم، نه انگلیسی هستیم، والله هم وطن شما هستیم، ایرانی هستیم. حتی اگه ایرانی هم نباشیم بشر که هستیم. کسایی که حمله کردن و تخریب کردن خانه ها رو آیا بله، از اهالی محل بودن یا مقامات محلی؟ بیشترشون محلی ها بودن و یه عده‌ای هم که اصلا نمی‌شناختیمشون اینا کی هستن. تقریبا 3-4 روز طول کشید، 40-50 تا خونه بود در جمهوری اسلامی. آیا ممکن هست 50 تا خونه خودسرانه و محلی ها فقط این کار رو کرده باشند؟ تازه حلب ها رو برداشتن به غارت بردن و فروختن، الوار ها رو گرفتن بردن فروختن.